آیا می دانستید صدها سال پیش از آن که مفاهیمی مانند ماتریکس، شبیه سازی واقعیت یا جهان دیجیتال به ذهن دانشمندان مدرن خطور کند، مردی وجود داشت که معتقد بود کل هستی بر پایه اعداد ساخته شده؟ مردی که جهان را نه با چشمان فیزیکی بلکه با ذهنی رمزگشا می دید. فیثاغورس تنها یک ریاضیدان نبود. او پیام‌آور نظمی پنهان بود که باور داشت هر حرکت ستاره، هر نغمه طبیعت و هر رویداد در زندگی فقط بازتابی از فرمول‌های مخفی هستند که در دل اعداد پنهان شدند. اما عجیب‌تر از این باور فرقه‌ای بود که فیثاغورس آن را بنیان گذاشت. فرقه‌ای که در آن شاگردان باید 5 سال کامل سکوت می کردند تا به مرحله درک حقیقت برسند. فرقه‌ای که خوردن لوبیا را ممنوع کرده بود چون آن را دروازه‌ای به دنیای مردگان می دانست. فرقه‌ای که اعتقاد داشت روح انسان پس از مرگ در بدن حیوانات و حتی شاید در جسم دشمنان مجدداً متولد شود. در این ویدیو ما پرده از اسرار یکی از مرموزترین فرقه های تاریخ برمی‌داریم، جایی که اعداد مقدسند، سکوت اجباری است و حقیقت تنها در رمزها نهفته. با ما همراه باشید چون آنچه خواهید شنید ممکن است نگاهتان به کل واقعیت را برای همیشه تغییر دهد. برای ورود به فرقه فیثاغورسی ها کافی نبود که فقط باهوش باشید یا مشتاق دانستن. اینجا جایی برای کنجکاوان ساده دل نبود. این فرقه دروازه‌ای به قلمروی پنهان بود، جایی که در آن حقیقت نه در کتاب‌ها بلکه در سکوت، انضباط و ریاضت آشکار می‌شد. نخستین گام برای ورود خاموشی مطلق بود. هر فردی که قصد ورود به این محفل مرموز را داشت باید سوگند سکوت یاد می کرد و به مدت 5 سال نه تنها سخن نمی گفت بلکه حتی حق پرسیدن سوال هم نداشت. 5 سال تمام تنها گوش دادن، مشاهده کردن و پذیرش. این سکوت 5 ساله آزمونی برای پالایش ذهن از هر نوع صدای مزاحم و برای رسیدن به درک ناب و خالص شناخته می شد. چون فیثاغورس باور داشت حقیقت هستی با سکوت درک می شود. او می گفت کسی که نمی تواند سکوت را تحمل کند شایستگی شنیدن صدای آفرینش را هم ندارد. اما این تنها آغاز ماجرا بود. پس از گذر از این مرحله آغازین، داوطلب وارد ساختار پیچیده و رمزآلود فرقه می شد. ساختاری که به شکل دقیق و طبقه بندی شده طراحی شده بود. فرقه فیثاغورسی ها 2 گروه اصلی داشت. یکی آکوستیک ها یا شنوندگان خاموش و دیگری ریاضیدانان یا آگاهان درونی. شنوندگان خاموش همان کسانی بودند که فقط نقش شنیدن داشتند، بدون پرسش، بدون مخالفت و حتی بدون لبخند. آموزه ها برای آنها با عباراتی کوتاه و گاه رمزگونه بیان می شد که باید در طول زمان با مدیتیشن و تمرین های ذهنی درک می شدند. نکته جالب اینجاست که شنوندگان خاموش هرگز فیثاغورس را رو در رو نمی دیدند و فیثاغورس از پشت پرده با آنها سخن می گفت تا حضورش را همچون صدایی آسمانی القا کند. این فاصله عمدی بود زیرا فیثاغورس می خواست در نگاه شاگردانش نه یک انسان بلکه تجلی نوعی خرد فرازمینی به نظر برسد. با این حال اگر عضوی موفق می شد از آزمون سکوت سربلند بیرون آید و شایستگی ذهنی و روحی خود را اثبات کند، وارد حلقه درونی می شد، جایی که ریاضیدانان یا آگاهان درونی حضور داشتند. این گروه نه تنها مجاز به پرسیدن و گفتگو بودند بلکه آموزش‌های بسیار عمیق‌تر و رمزآلودتر دریافت می‌کردند. آنها با اعداد مقدس، هندسه کیهانی، هارمونی نجومی و چرخه‌های تناسخ آشنا می‌شدند. اینجا جایی نبود برای تکرار مفاهیم سطحی ریاضی، بلکه اعداد به عنوان جوهر هستی شناخته می شدند و هر شکل هندسی کلیدی برای باز کردن یکی از دروازه های آفرینش بود.
فیثاغورسی ها موظف بودند ریاضت ها و مراسم خاصی را اجرا کنند. اعضای فرقه باید انضباط شدید بدنی و روحی را رعایت می کردند. برنامه خواب، رژیم غذایی و حتی نحوه نشستن و برخاستن آنها طبق قوانین خاصی تعیین می شد. همچنین آموزش ها به صورت شفاهی و از طریق نمادها، معماهای صوتی و هندسی انتقال می یافتند. فیثاغورس معتقد بود حقیقت باید از طریق گشودن دروازه های درونی ذهن درک شود، نه از طریق حفظ کردن مفاهیم. در این فرقه زندگی شباهتی به هیچ یک از زندگی های عادی نداشت. هر لحظه نوعی تمرین روحی بود. سکوت، عبادت، مشاهده آسمان، گوش سپردن به موسیقی و مدیتیشن بر اعداد. هر کدام از اعضا باید رفته رفته چشم ذهن خود را بیدار می کردند تا بتوانند نغمه پنهان کیهان را بشنوند. همان موسیقی افلاک که فیثاغورس آن را صدای حرکت سیارات می نامید. شاید باور نکردنی باشد، اما یکی از بزرگترین انقلاب‌های فکری فیثاغورس حضور زنان در فرقه او بود. در دنیایی که زنان را از فلسفه، دانش و آیین‌های مقدس کنار می‌زدند، فیثاغورس نه تنها زنان را به عنوان شاگرد خود پذیرفت، بلکه همسر خودش که تیانو نام داشت نیز به یکی از رهبران فکری فرقه تبدیل شد. تیانا زنی بود دانا و متفکر که آموزه‌های ریاضی، اخلاقی و حتی مباحث پیچیده متافیزیکی را به دیگران آموزش می‌داد. بر اساس منابع کهن یونانی، تیانو حتی بخش‌هایی از تعالیم فرقه را گسترش داد و کتاب‌هایی نوشت که متأسفانه بسیاری از آنها در گذر تاریخ گم شدند. فیثاغورس اعتقاد داشت روح جنسیت ندارد و راه رسیدن به درک کیهانی برای زنها و مردها یکسان است. زنان در فرقه او نه تنها نقش آموزشی داشتند، بلکه در آیین‌ها، مراقبه‌ها و سطوح بالای درک فلسفی نیز حضور می‌یافتند. در حقیقت این فرقه یکی از معدود ساختارهای باستانی بود که حضور زنان را ثروتی روحی می‌دانست. در مجموع فرقه فیثاغورسی‌ها چیزی بسیار فراتر از یک حلقه فلسفی بود. این محفل به گونه‌ای طراحی شده بود که از طریق سکوت، ریاضت، اعداد، نظم و حضور آگاهانه روح انسان را از بندهای دنیای مادی رها می‌کرد تا به هماهنگی نهایی با کیهان برساند. برای بسیاری، قوانینی که در فرقه فیثاغورسی‌ها وضع شده بود در نگاه اول نوعی وسواس یا خرافه‌ای بی‌معنا و مضحک به نظر می‌رسد. اما برای فیثاغورس و پیروانش این قوانین دقیق ترین ابزارهای تربیت ذهن، پالایش روح و هماهنگی با کیهان بودند و هر حرکت، هر عادت و هر رفتار روزمره باید به بخشی از نظم پنهان هستی تبدیل می شد. برای فیثاغورسی ها زندگی یک معادله زنده بود و اگر حتی یک عنصر از این معادله ناهماهنگ می شد، روح انسان را از مسیر درک حقیقت منحرف می کرد. فیثاغورسی ها قوانین عجیب زیادی داشتند، اما یکی از معروفترین قوانین آنها ممنوعیت کامل خوردن لوبیا بود. احتمالاً می پرسید چرا چنین غذای ساده‌ای در آیین فیثاغورسی ها کاملاً ممنوع شده بود؟ پاسخ این است، برخی متون یونانی می گویند فیثاغورس باور داشت لوبیا دروازه‌ای به دنیای مردگان است. البته به این دلیل که لوبیا به طور نمادین ظاهری شبیه به جنین دارد. از این رو نمادی از بازگشت، تولد دوباره و تناسخ بود و خوردن آن به معنای برهم خوردن تعادل جسمی بود. در فرقه فیثاغورسی ها اعضا اجازه نداشتند با برخی از حیوانات تماس فیزیکی برقرار کنند، به ویژه حیواناتی که در باور آنها میزبان روح های تناسخ یافته بودند. برخی حیوانات مانند بز، مار و یا گربه دارای جایگاه های خاصی در چرخه زندگی و مرگ شناخته می شدند و لمس آنها می توانست نظم روحی فرد را برهم بزند.
همچنین لمس اجساد انسان ها نیز به شدت ممنوع بود، چرا که در باور فیثاغورسی ها جسم مرده هنوز می توانست حاوی رگه هایی از روح، انرژی یا پژواک فرکانسی فرد متوفا باشد. در نتیجه تماس با آن مانند ورود به منطقه اختلال روحی بود، جایی که مرز میان زندگی و مرگ نازک شده و روح هنوز در حال عبور از یک مرحله حساس است. آنها باور داشتند لمس یک جسد می تواند تأثیر کارمایی بر روح فرد زنده داشته باشد. همچنین در باور فیثاغورسی ها در شب جهان مادی چهره ی دیگری به خودش می گیرد. تاریکی مرزها را محو می کند و ذهن انسان پذیراتر از همیشه برای دیدن آن چیزی می شود که در حالت عادی و در طول روز پنهان مانده. در فرقه فیثاغورسی ها نگاه کردن به آینه در شب یک تابو محسوب می شد، زیرا آینه در آن زمان نه فقط وسیله‌ای برای دیدن چهره، بلکه دروازه‌ای نمادین میان خود بیرونی و خود درونی به شمار می رفت. نگاه به آینه در شب به معنای مواجهه ناآگاهانه با حقیقتی تاریک و ناپخته بود. فیثاغورسی ها باور داشتند که در شب آینه ها دروغ نمی گویند و ممکن است آن چیزی را ببینی که هنوز آماده درکش نیستی. مثلا چهره ی آینده ات، بخشی از زندگی گذشته ات یا تصویری از روح‌هایی که درون تو زیست می کنند. یکی دیگر از قوانین عجیب این بود که اعضای فرقه نباید از سمت راست از خواب بلند می شدند. می پرسید چرا؟ چون در باور فیثاغورسی ها بدن انسان یک معبد کوچک از نظم کیهانی است. سمت چپ نماد ماه، درون، ناخودآگاه و دریافت الهامات است، در حالی که سمت راست نماد خورشید، بیرون و کنش مستقیم است. آغاز روز با حرکت از سمت چپ بدن نشانه ای بود از شروعی متعادل با تمرکز بر سکوت، شهود و حقیقت، در حالی که سمت راست نمایانگر عجله و عمل کرده است. در نتیجه حتی این حرکات به ظاهر ساده نیز در چشم فیثاغورسی ها تنظیم فرکانس انرژی صبحگاهی تلقی می شد. در آیین فیثاغورسی ها زمین مکان عبور روح ها بود، جایی که انرژی های مختلف از مرگ و زندگی، از تاریکی و نور در هم آمیختند. بنابراین خوردن غذا بر روی زمین نوعی بی‌حرمتی به نظم کیهانی و انرژی غذا محسوب می شد. غذا باید در سطحی بالاتر از زمین قرار می گرفت، چون آنها باور داشتند غذا حامل ارتعاشاتی از نظم کیهانی است و اگر با عناصر ناپایدار زمین تماس پیدا کند، ممکن است روح فرد را تیره کند. فیثاغورسی ها همین نگاه را درباره خاموش کردن شمع نیز داشتند. در باور آنها شعله شمع نمادی از حیات، آگاهی و شعور الهی بود. از این رو خاموش کردن شمع با انگشت نوعی بی احترامی و خاموش کردن نماد آگاهی با نیروی ناخالص جسمی محسوب می شد. در عوض شمع ها باید با ابزار خاص و یا با دمیدن آرام خاموش می شدند تا شعله با احترام به جهان دیگر بازگردد. این قوانین عجیب فیثاغورسی ها از بیرون شاید مضحک یا حتی افراطی به نظر برسد، اما اگر عمیق‌تر نگاه کنیم در میابیم اینها بخشی از یک سیستم تمام عیار برای بازسازی روح انسان بودند. هر عادت، هر ممنوعیت و هر رفتار به گونه‌ای طراحی شده بود تا فرد را از غفلت بیرون بکشد، او را در لحظه نگه دارد و به او یادآور شود حتی ساده ترین کارهای روزمره دروازه‌ای به نظم پنهان هستی هستند. چون در فرقه فیثاغورسی ها زندگی روزمره تمرینی برای جاودانگی ابدی روح بود.